مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروکش نروژ همراه ما هستند. تحریم و سیاست‌های ایران مانع از صادرات در واقع بیشتر در ایران عنوان شده. درباره دلایل اون بیشتر به ما بگید. خب اساساً ببینید، تحریم یکی از رویکرداش همین محدود کردن تجارت هست، در واقع تجارت در کشوری که حکومتی داره که رویکردهای خصمانه داره. قاعدتاً صادرات و مشخصاً تجارت خارجی در ایران هم تحت تاثیر رویکردهای جمهوری اسلامی و به واسطه اون تحریم‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و خب سال به سال داره کاهش پیدا می‌کنه و حتی هم تو گران هم کرده. یعنی ما اگر محدود صادراتی هم داریم در بخش کالایی، بسیار گرانتر از قبل شده. اما همزمان ما محدودیت های دیگه هم به واسطه همین شرایط داریم، از جمله محدودیت های مربوط به FATF یا سیستم بانکی سویفت، که همه اینها اگر نگیم صادرات رو در یک سری حوزه ها و یک سری کشورها برای فعالان اقتصادی ایران نگوییم در واقع از بین برده، بتونیم بگیم خیلی گران کرده و محدود کرده. اما ما در کنار این تحریم های داخلی هم داریم. ببینید، در داخل ایران یک سری از فعالان واقعی اقتصاد اساسا اجازه حضور در یک سری بازارهای حساسی مثل سوریه یا حتی عراق در برخی از حوزه ها رو ندارن. سالهای گذشته با وجود اینکه بسیار از فعالان حقیقی اقتصادی میخواستن وارد بازارهای مثل سوریه یا عراق بشن، اونها در انحصار شرکت‌های وابسته به نهادهای خاص در اومدن تجارت در اون بخش ها. اما خب شما در کنارش ما بحثان و مدیریت تجاری رو هم داریم. شما به بحث پیمان سپاری ارزی اشاره کردید. این یکی از مؤلفه‌های مهمی که از سال 97 به واسطه سیاست‌های دولت اعمال شده و اساساً صادرکننده محدود شده به اینکه ارز خودش رو باید وارد کشور بکنه، باید طبق اون ضوابط تحمیلی بانک مرکزی در مکان‌های مشخصی عرضه بکنه و خب قاعدتاً محدود کرده. در کنارش هم ما فشارهایی رو داریم. به هر حال اون صادراتی که انجام میشه متأثر از تولیدی که هست که در همین فضای تورمی و رکودی داره تولید میشه و خب همه اینها فشار مضاعفی رو در روند تولید و صادرات اعمال کرده. و عمده بازارهایی که در طی سالهای اخیر صادرات ایران در اون کاهش داشته کدوم ها بودن و آورده های مالیشون در چه حدی بوده؟ خب ما به طور اساسی و به طور کلی یک سری بازارهایی که خیلی مزیت داشتیم و به طور سنتی داشتیم مثل فرش و خوشبار و حتی تا حدودی زعفران رو از دست دادیم و در حوزه مثل محصولات کشاورزی و صنایع غذایی هم به شدت با کاهش صادرات روبرو هستیم. ما در سالهای اخیر بسیار به کرات این رو داشتیم که صادرات محصولات کشاورزی ما برگشت می‌خورد از بازارهای حتی مثل هند و روسیه. در کنار اینها ما نه فقط در حوزه کالایی، از یک سری بازارها در شرکای تجاریمون هم داریم حذف میشیم. ما در بخش عراق که خب دومی شریک تجاری در ایران برای ایران هست که حدود 20% صادرات ایران مربوط به این بازار هست، حتی در سالهای اخیر به واسطه همین تحریم ها و روابط جمهوری اسلامی محدود شده و حتی محدودیت هایی شنیده میشه که برای تجار اعمال شده و خب همه اینها رویه هست که ما میتونیم انعکاسش رو در شاخص تراز تجاری ببینیم. شاخص تراز تجاری که به شدت منفی شده، شما هم اشاره کردیم 15 میلیارد منفی شده و خب نشون میده که ما تا چه اندازه متأثر از سیاست های تجارت خارجیمون داریم زیان در واقع میبینیم. متشکرم. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی لاروک نروژ.